کنج اینجا ساخته میشه. ببین با این که پیوسته است باز مماسهای چپ و راست یکی نیست، باز مشتقات چپ و راست یکی نخواهد شد و باز یارو مشتق ناپذیره. پس اگر کسی ناپیوسته باشد بله مشتق ناپذیره بی تردید، اما اگر پیوسته باشد حاجی جان کی گفته مشتق داره؟ تازه شرط اولو باز کرده، اینا تو شرط دوم گیر افتاد. با این که پیوسته است اصلا نقطه گوشه همینه، پیوسته است ولی باز مماسهای چپ و راست یکسان نیست، باز مشتقات چپ و راست یکسان نخواهد بود و باز مشتق ناپذیر محسوب میشه. بله قبول دارم احمقه، تو که تا پیوستگیت اومدی چقدر احمقی بچه که نتونستی مماسهای چپ و راست برابر بدی، پس مشتق ناپذیری، پس این گزاره گزاره غلطی خواهد بود. ولی بچه جالب بدونید گاهی هم دوباره برعکس یه جور دیگه شو میدن، گاهی میگن خب اوکی هر ستاش اومده زیادم اومده ها، میگن خب اینو بگو ببینیم اگر مشتق پذیر بود به ما اجازه میدی بگیم پیوسته بوده؟ خب بله اینم درسته. آقا اگر یارو مشتق و داره پس معلومه هر سه شرطی که اینجا هست رو پاس کرده دیگه، حالا ما به سومی که هنوز نرسیدیم، پس لابد پیوسته بوده، لابد گوشه نبوده. بله بله این درسته. پس سه تا گزاره اینجا نوشتم، دو تاش درست و یکیش نادرسته. تو رو خدا مواظبت کنید برای پنجشنبه، احتمالا یکیش بیاد دیگه بالاخره. دوستان من این هم دومین نوع نقاط مشتق ناپذیر. حالا قبل از اینکه مدل سوم رو بریم، مدل سوم واقعیت خیلی مهم نیست، سوالم بیاد در حد 2500 نیم نمره جا خالی طور میاد، مسئله های جدی از همین دوتا میاد. بچه‌های من ما تا اینجا رو این دوتا یه معرفی داشتیم، بذارید یه مانوری هم بدیم. آقا ناپیوسته پس یارو باشه مشتق ناپذیره؟ بله پیوسته باشه ولی گوشه باشه، مشتقات چپ و راست با هم فرق کنن، مشتق ناپذیره؟ بله. آقا حالا میشه بگی کیا کدوم توابع رو حواسمون رو جمع کنیم، کدوم توابع ممکنه به این دلایل مشتق ناپذیر بشن؟ حاجی جان من به دلیل ناپیوستگی، یکی براکته که خیلی رایجه، ممکنه حالا نه حتمنا ممکنه ناپیوسته و مشتق ناپذیر بشه. چراش هم بفهمیم، چرا آقا کلاسم تا نهایی باشه ولی چراشو بفهمیم. حاجی مثلا یه براکتی وقتی توش عدد صحیح میشه، توش دو میشه، بچه خیلی معروفه دیگه براکت توش عدد صحیح میشه، احتمالا همه گوشه ذهنمون هست که یه به فنایی خواهیم داشت. خب وقتی توش مثلا دو میشه پس سمت راست دو بیشتره، براکت دو، سمت دیروز اصلا تو حد داشتیم، سمت چپه دوی کمتره، براکته یکه. ببین اصلا حدا مساوی نیست، اصلا حد ندارد، پس قطعا پیوسته هم نیست. حاجی پیوستگی تازه میشه برابری حد چپ و راست و مقدار، این تو اون برابری چپ و راستش مونده طفلی، حد رو نداره، پیوستگی رو نداره، پس مشتق پذیر هم نیست. خیلی واضحه، خیلی واضحه، یکی براکته. حاجی از همه پرتکرارتر تو امتحانی و تو کنکور، و تو کنکور تابع چند ضابطه لب مرزش. ببین مثلا تابع، حالا من خیلی ساده رو مثال میزنم، ایکسای بزرگتر از یک ایکس، مثلا ایکسای کوچیکتر مساوی یک ایکس دوی به اضافه یک. بچه این تابع لب مرزش، مرزش میشه اونجایی که ضابطه تغییر میکنه، یعنی نقطه یک. احتمال، ببین باز نمیگیم حتما، احتمال ناپیوستگی و مشتق ناپذیریش زیاد خوشگلای من. چرا؟ چون ببین حد راست و چپ نیست از جاهای مختلف، از ضابطه های مختلف به دست میان، احتمال هست که اینا مساوی نشن. بله احتمالش هم هست که مساوی بشن، ولی احتمالش هست که مساوی نشن. الان حد راست من یک بذارم اینجا یکه، حد چپ و مقدارم چپ میشه کمتر از یک دیگه، اینجاست که یک بذارم دو. دیدی؟ دیدی پیوسته نیست، پس مشتق ناپذیره. حالا ممکنه بگی آقا خب یه وقتم دیدی شد، یه وقتم دیدی اوکی بود، از کجا معلوم؟ آره حق با شماست بچه. مثلا من اگه ضابطه بالا رو حاجی جان بکنم ایکس به اضافه یک، اون وقت یک بالا بذارم دو میشه، پایینم بذارم دو میشه، بله اوکی پیوسته میشه. آیا
آیا مشتق پذیرم هست؟ نه هنوز، نه هنوز. همونطور که گفتیم از ناپیوستگی بلا فاصله مشتق ناپذیری نتیجه میشود، اما از پیوستگی مشتق پذیری نه. آقا یارو تازه شرط اول رو باز کرد، حالا باید بری شرط دوم واسش. نگاه کن آقا، من تا اینجا متوجه شدم پیوستگیش اوکیه، برم شرط دوم، نکنه گوشه باشه، نکنه مماسای چپ و راست بر... نکنه مشتقای چپ و راست برخونه. حاجی مشتق این که مشتق در سمت راسته میشه یک، مشتق این که مشتق در سمت چپه میشه دو ایک.